روز چهارشنبه بود و در کورس بودیم تا درس آغاز شود ناگهان طالبان وارد صنف شدند و همه دختران را از صنف بیرون کردند با گفته وی طالبان با برخورد خشونت آمیزشان دختران را از کورس بیرون کرده و گفتند که دیگر اجازه آمدن به کورس را ندارند بعد از اینکه ما را بیرون کردند در وضعیت بدی قرار داشتیم و ترسیده بودیم و در فضای ترس و وحشت به طرف خانه برگشتیم داستان یک دانش آموز از روز مسدود شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی بر روی دختران در کابل است. نگار اسم مستعار این دانشجو یکی از فارغ تحصیلان دانشگاه تیبی کابل می باشد. مدت یک سال می شود که وی فارغ تحصیل شده و در طول این مدت با محدودیت های وضع شده طالبان نتوانسته است وظیفه پیدا کند. وی در مصاحبه با تلویزیون بامیان گفت مدت یک سال می شود که به خاطر وظیفه به شفاخانه مراجعه کردم اما به وظیفه انتخاب نشدم بعد از آن تصمیم گرفتم که روی توانایی های خود کار کنم و به یکی از کورس ها جهت آموزش زبان انگلیسی ثبت نام کردم و مشغول درس خواندن بودم و با دنیای از ناامیدی در ادامه افزود من مدت 16 سال از عمرم را شبانه روز تلاش نموده و درس خواندم تا در آینده بتوانم به جامعه خود خدمت کنم اما حالا ناامید شدم و نگران آینده هستم این داستان یکی از هزاران دانش آموز است که روز چهار شنبه با صدور حکمی از سوی اداره تحصیلات عالی حکومت طالبان دیگر اجازه نیافت برای آموختن به صنفهای درسی بروند این دانش آموزان برای مدت نامعلوم از تعلیم محروم شدند. حکومت طالبان تای اعلامیه ای در روز سیوم ماه قوز دستور داد تا دانشگاه ها و مراکز آموزشی تا اطلاع سانوی بر روی زنان و دختران افغانستان مسدود بماند. از زمان به قدر رسیدن طالبان در افغانستان محدودیت های زیادی بر زنان وضع شده است که ممانعت از تحصیل یکی از بزرگترین محدودیت های وضع شده می باشد. این تصمیم حکومت طالبان واکنش های تند داخلی و جهانی را در پی داشته است. در مهمترین اقدامی که از طرف جمعی از اساتید دانشگاه های افغانستان صورت گرفته است، آنها با استعفایشان از وظیفه کنار گیری نموده و به این تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان اعتراض نمودند. بنابر گزارشات، حدود 70 تن از اساتید دانشگاه ها استفاده دادند. این فرمان حکومت طالبان باعث ناامیدی و نگرانی زنان و دختران گردیده است. آنان میگویند که آینده ایشان با این تصمیم نابود شده است و این محدودیت در چنین شرایط بحران اقتصادی مشکلات جامعه و به خصوص زنان را چند برابر میکند کند. دارو بسته کردن اگه خاموش من حال با رسیدن مجبور است میام و خودش کنیم میام تعداد از فعالین حقوق زن نیز در کابل در واکنش به این محدودیت حکومت طالبان راهپیمایی اعتراضی نمودند اما اعتراض این زنان با بازداشت تعداد از معترزین توسط نیروهای طالبان سرکوب گردید همچنان تظاهرات امروز زنان در ولایت هرات نیز با واسطه موتر آبپاش توسط طالبان سرکوب شده است شماری از دانشجویان بر رسم اعتراض کتابهایشان را دفن نموده و گفته است حکومت طالبان با این کارشان قوانین دوره جاهلیت عرب را قبل از اسلام را پیاده میکنند و گفته این دانش آموزان به اساس این تصمیم حکومت طالبان آرزوهای میلیونها دختر در کشور زنده به گور می گردد. در همین حال دانشجویان ذکور دانشگاه ننگرهار از اشتراک در امتحان خودداری نموده و اظهار داشتند تا زمانی که به دختران اجازه آموزش داده نشود آنان نیز به درستشان حاضر نخواهند شد به اساس ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی به نشر رسیده است دختران پشت درهای بسته تعداد زیاد از دانشگاه ها و مراکز آموزشی تجمع نمودند اما به آنها اجازه ورود داده نشده است ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان اما در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان میگوید هدایات شرعی که به دانشگاه ها داده بودیم رعایت نشده است و حکومت ما اسلامی است اما شریعت اسلامی در دانشگاه ها رعایت نگردیده است بنابر این تصمیم گرفتیم تا دانشگاه ها را مسدود نماییم آقای ندیم در ادامه میافزاید. حضور دختران در خوابگاه ها و لیلیه ها بدون حضور محرم شرعی خلاف غیرت افغانی و اسلامی ما است و دختران بدون محرم نمیتوانند از یک ولایت به ولایت دیگر سفر نمایند. آقای ندیم عدم رعایت حجاب کامل از سوی دانشجویان زن مختلط بودن زن و مرد در دانشگاه ها و حضور دانشجویان زن در رشته های که طالبان آن را من کردند از دلایل عمده مسدود شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی بر روی زنان و دختران میداند